به نام خدا در ادامه مباحثی که در دوره میکرولرن در خدمت شما هستم و داریم مغز و اصاب رو با هم جلو میبریم میرسیم به افزایش آی سی پی که تا الان خیلی در صحبت کردیم جای مختلفی بهش اشاره شده بود و حالا میخواهیم خیلی دقیق تر وارد این مقوله بشیم افزایش آی سی پی یا افزایش فشار داخل جمجمه در واقع وقتیه که فشار داخل جمجمه به بیشترین حد خودش برسه که بالاتر از 15 میلیمتر جیوه هستش البته توی رفرنس های مختلف متفاوت ذکر شده بعضی ها آی سی پی طبیعی رو بین 10 تا 20 میلیمتر جیوه ذکر کردن ولی چیزی که تقریبا مورد پذیرش همه هست این که اگر بیشتر از 15 میلیمتر جیوه باشه به عنوان آی سی پی بالا در نظر گرفته میشه علائمی که در افزایش آی سی پی مطرح میشه رو در قالب تریاد کوشینگ معرفی میکنند که شامل کاهش ضربان قلب، افزایش فشار خون و تغییرات تنفسی هست پس تریاد کوشینگ همونطور که قبلا گفته بودم تریاد یعنی ستایی و تریاد کوشینگ مربوط به افزایش آی سی پی میشه که شامل کاهش هارت ریت، افزایش بی پی و تغییرات تنفسی هستش و اگر بخواید خیلی تخصصی در مورد آی سی پی اطلاعات داشته باشید یک فرمولی هست که برای فشار پرفیوژن مغز در واقع ازش استفاده میشه اون هم اختلاف بین مپ و آی سی پیه که به ما فشار پرفیوژن مغز یا سی پی پی رو میده که خیلی مهمه توی کری که به بیمار میدیم بدونیم الان پرفیوژن مغز کافی داره یا نه پس مپ منهای آی سی پی به ما سی پی پی رو میده که فشار پرفیوژن مغز است خب تریاد کوشین گفتیم که علامت افزایش آی سی پیه ولی پاسخ کوشین یا رفلکس کوشینگ هم در موارد کاهش شدید فشار پرفیوژن مغز یا کاهش شدید سی داریم که شامل سه تا مورده افزایش فشار خون سیستولیک افزایش فشار نبز و کنج شدن ضربان قلب بچه اینا رو خیلی خوب یاد بگیرید با هم قاطیشون نکنید پس یه تریاد کوشینگ داریم مربوط به افزایش های یه رفلکس یا پاسخ کوشینگ داریم مربوط به کاهش شدید سی پی پی که تریاد کوشینگ شد کاهش هارت افزایش فشار خون و تغییرات تنفسی رفلکس کوشینگ شد افزایش فشار خون سیستولیک افزایش فشار نفس و کند شدن ضربان قلب که این وضعیت ها هر دو باید به سرعت تحت درمان قرار بگیرند یه نکته کنکوری این قسمت داره که خیلی ازش سوال میاد توی آزمون های مختلف اون همینه که اولین علامت افزایش ICP تغییر LOC یا تغییر سطح هوشیاری است اگر یا خاطر تو باشه LOC مخفف Level of Consciousness بود که منظورش هم سطح هوشیاریه. توی قسمت آزمون های تشخیصی که در مغز اصاب مرور می کردیم اگر خاطرتون باشه گفتیم که انجام LP یا لومبار پانچر توی افزایش پی ممنوعه چون می باعث فتق مغزی باشه عوارض دیگه ی افزایش پی، فتق مغزی دیابت بیمزه و سندروم ترشوه نامناسب هرمون ضد ادراری یا SIADH فتخ مغزی رو که خوب میدونید چیه مربوط به بیرون زدگی یک بخشی از بافت مغز دیابت بیمزه که درمانش مصرف مایات و وادوپرسین میشه چون به شدت بیمار دچار دیورز میشه توی صندوق ترش و نامناسب هرمون ضد ادراری هم درمان محدودیت مصرف مایاته پس دیابت بیمزه با سندروم ترشوه نامناسه هرمون ضد ادراری یا S.I.A.D.H خلاف هم دارن درمان میشن توی دیابت بیمزه چون دیورس خیلی زیاده ما مصرف مایات رو زیاد میکنیم و وازو میدیم و توی SIDH چون در واقع هرمون ضد ادراری ترشوه نمیشه و ببخشید هورمون ضد ادراری داره بیش از حد ترشح میشه و مایا توی بدن احتباس پیدا کردن ما باید محدودیت مصرف آب بذاریم دو تا نکته کنکوری دیگه این قسمت داره یکی مهمترین رکن کنترل افزایش آی سی پیه و یکی هم اولین آرزه افزایش آی سی پی. پس یه بار دیگه اولین علامت افزایش آی سی پی شد تغییر الوسی حالا مهمترین رکن کنترل افزایش آی سی پی میشه چک دقیق آی سی پی با روش های تهاجمی و اولین آرزه ای افزایش آی سی پی میشه فتق مغزی که اینها همشون هم توی کنکور ارشد پرستاری سوال اومده خیلی به کرات و هم توی آزمون های استخدامی زیاد به چشم خورده که اینجا میتونید راحت یادش بگیرید و همیشه به راحتی تستش رو جواب بدید حالا توی مریضی که دوچار ادم مغزی شده یک سری روش های وجود داره که خیلی هاش مراقبت پرستاریه و کمک میکنه به کاهش ادم مغزی اونها چی است؟ یکی استفاده از مان... مانیتول و سالین هایپرتونی که میتونه کاهش بده ده مغزی رو و اگر دیده باشین یکی از داروهای استاتی هم که مریض ها معمولا بعد از ترما به سر یا جراحی های مغز میگیرن مانیتوره که معمولا با 100 سی سی اوردر میشن مثلا میگن 100 سی سی استات بزنید یا مثلا 100 سی سی استات هر 6 ساعت تکرارش کنید نحوه آماده سازی مانیتور هم که قطعا همه میدونید چون کریستال داره داخل سوروم مانیتول باید به خوبی گرم بشه کریستال ها حل بشه و بعد تزریق رو با یک ست فیلتردار انجام بدید که اینها رو قطعا همتون بلدین بلدید دومین روش برای کاهش ادنی مغزی مصرف کورتیکوئسترویدها کورتو... کورتو... ها یا همون کورتون ها هست مثل دگزامتازون مثل هیدروکورتیزون که میتونه کاهش بده اده مغزی رو محدودیت مصرف مایات میتونه باعث کاهش اده مغزی بشه و پایین آوردن درجه حرارت بدن هم میتونه باعث کاهش ده مغزی بشه و کمک کنه به درمان اده مغزی خب حالا شاید این وسط با بیمارانی مواجه بشید که اومدید تو فرمول گذاشتید مپ منهای آی سی پی رو حساب کردید دیدید که سی پی پی پایینه یا فشار پرفیوژن مغزشون پایینه بعد چیکار کنید؟ روش هایی که معرفی میشه برای حفظ فشار پرفیوژن مغز اینها هست که خدمتون ارز میکنم یکی داروهای اینوتروپیک هست مثل دوبوتامین یکی مصرف مایات و یکی جراحی هماکرانکتومی و کمپرسیو که اینها یه سری خاص و برای حفظ سی پی پی پس بچا اینجا ما دو تا نکته یاد گرفتیم یکی این که توی کاهش عده مغزی باید محدودیت مصرف مایات بذاریم و یکی کمی که توی کاهش سی پی پی برای حفظ سی بی پی باید تشریح خونه به مصرف مایات اگر درس ها رو اینجوری بخونید خیلی بهتر توی یادتون بمونه و هدف درمان ما هم اینه که سی پی پی رو به بالای 70 میلیمتر جیوه برسونیم که خودش بیانگر اینه که قلب هم یک برونده خوبی داره که تونسته همچین فشار پرفیوژنی رو برای ما ایجاد کنه از مراقبت پرستاری دیگه ای که در مواجهه با یک بیماری که احتمال رایز آی سی پی توش وجود داره یکی ساکشن کردنه چون اگر ساکشن کردن طولانی باشه میتونه باعث افزایش آی سی پی بشه و اگر حتی کوتاه هم باشه به صورت موقت پی رو افزایش میده پس توی کسایی که جراحی های سر شدن توی کسایی که ترما های سر دارن ما باید مدت زمان ساکشن رو تدل امکان کوتاه کنیم و اگر زمان رو از من بپرسید میگم پنج ثانیه سیفه و بیشتر از اون معمولا دچار بیمار دچار ریسک افزایش آسیفی میشه خمیدگی بیش از حد مفاصل هم میتونه باعث افزایش فشار داخل شکمی بشه که در نتیجه اون ما افزایش فشار داخل قفسه سینه و به دنبال اون افزایش آی سی پی رو داریم پس فشار خمیدگی بیش از حد مفصل هیپ هم میتونه باعث افزایش آی سی پی بشه که این دوتا مورد رو باید توی مریضی که احتمال رایز آی سی پی داره حتما رایت کنید و به دقت کنترل کنید خب میخوایم بریم به طور کلی بگیم که چه عواملی باعث افزایش آی سی پی میشن که تیتروار خدمتون میگم یکی چرخش بیش از حد یا خمیدگی گردن یکی ساکشن کردن که گفتیم پنج ثانیه سیفه ولی نباید دیگه بیشتر از 15 ثانیه باشه خمیدگی بیش از حد مفصل هیپ تغییر وضعیت بدن مانور والسالوا که همون زور زدن هست نفخ شکم بالا رفتن پیپ و محرک های محیطی بچه ها پیپ رو همیشه توی کنکور و توی آزمان مختلف ازش سوال دادن یک بار برای همیشه یاد بگیرید وقتی ما پیپ رو بالا میبریم بازگشت خون به قلب کم میشه و در نتیجه اون درناژ وردی مغز کاهش پیدا میکنه و آی سی پی افزایش پیدا میکنه این رو روی کاغذ بنویسید و درکش کنید این جمله رو مطمئن باشید چیز سختی نیست و اگر سوال بیاد راحت میتونید جواب بدید یک بار دیگه میگم افزایش آی سی پی باعث کاهش بازگشت خون به قلب میشه و به دنبال اون کاهش درناژ وردی مغز و افزایش آی سی پی در نهایت و هدف ما توی اقدامات پرستاری اینه که آی سی پی رو بیشتر از 25 میلیمتر جیوه نذاریم بالاتر بره و شرایط رو ایجاد کنیم که ظرف 5 دقیقه اگر هم افزایش موقتی ایجاد شده ظرف 5 دقیقه به سطح نرمال خودش برگرده خب میخوام حالا از یه کتاب دیگه علائم افزایش آی سی پی رو براتون بگم بچه باز هم یادآوری میکنم مطالبی که گفته میشه مطالبی نیست که من بهم به الهام شده باشه مطالبی که همه توی تکست ها و کتاب های مختلف ذکر شده و من سعی میکنم مطالب رو برای شما قابل فهم کنم و نکاتی که خیلی آزمون تو آزمون های مختلف براتون تکرار شده رو یادآوری کنم و بهتون بگم کجا مهم هست که خیلی راحت تر بتونید مطالب رو یاد بگیرید پس میام میخوام حالا از یک کتاب دیگه علائم افزایش ICP رو خدمتتون میگم علائم افزایش ICP رو اومدن یه جای دیگه توی چهار دسته تقسیم کردن یکی توی سطح هوشیاری یکی توی مردمک ها یکی توی واکنش های حرکتی و یکی هم توی علائم حیاتی باز هم اینها رو اومدن به دو دسته تقسیم کردن علائم زودرس و علائم دیررس خب ما اول فرض میکنیم که یک بیماری به صورت حاد دوچار افزایش آی سی پی شده و میخوایم علائم زود رست شو بگیم توی سطح هوشیاری چه تغییر ایجاد میشه معمولا این افراد به افزایش میزان تحریک نیاز دارن اورینت نیستن دوچار حواس پرتی هن بیقرار و مستربن و ممکنه به صورت ناگهانی دوچار سکوت بشن توی مردمک ها هم ما تغییر سایز مردمک ها رو داریم معمولا اول منقبض میشن و بعد دیلاته یا گشاد میشن و رفلکس هر دو مردمک نسبت به نور ضعیف میشه و مردمک ها غیر یکسانن در واکنش های حرکتی ما ضعف ناگهانی و تغییرات حرکتی رو داریم و انحراف ساعد ها به سمت بالا میتونه از واکنش ها حرکتی باشه که علائم زودرس افزایش آی سی پیه و توی علائم حیاتی هم ما افزایش فشار خون رو داریم حالا اگر به صورت مزمن ایجاد بشه یا به صورت حالا دیرتر ما بخوایم دنبال علائم افزایش آی سی پی باشیم باید علائم دیررس رو بررسی کنیم که توی سطح هوشیار دیگه عدم تحریک پذیریه و از خواب بیدار نمیشه مردمک هاش فیکسن حالت دیلاته پیدا کردن یا ورم کردن توی واکنش های حرکتیش ما ضعف قابل توجه و شدید رو میبینیم و توی علائم حیاتیش هم افزایش فشار سیستولیک برادیکاردی قابل توجه و شدید و تنفس های غیر طبیعی که گفتیم بهش میگیم تریاد کوشینگ پس تریاد کوشینگ علائم دیررس افزایش آی سی پی هست و اولین علامت هم گفتیم تغییر الوسی یا تغییر وضعیت هوشیاری. خب این از مطالب ICP که خیلی کامل و جامع تو این جلسه گفتیم و امیدوارم که مورد قبولتون واقع شده باشه انشالله در جلسات بعد مباحث دیگر رو با هم پیش میبریم